ببین منظور از پر پرواز چیه؟ یادداشت کنید جلوش. منظور سرمایه های انسانه. چند تا سرمایه هست؟ سرمایه های شیشگانه انسانه. شیش تا سرمایه به ما دادن. خیلی خوب، تو درس قبلی گفتیم که هدف از خلقت ما قرب الهیه. در درس پیشین دانستیم جامع‌ترین اصلی‌ترین هدف زندگی ما چیه؟ قرب الهیه، نزدیکی و تقرب به خداست. آیش هم بچه ها اینه، فَإِنْ دَلَّهْ، بیا نزد خدا، فَإِنْ دَلَّهْ، تقرب به خدا. خب حالا یه علت معلول داریم اینجا، رشد و کمال انسان، رستگاری انسان میشه معلول. از چه راهی بهش میرسیم؟ با گام برداشتن به سوی هدف قرب الهی به دست میاد. این میشه علتش. حالا سوال میشه، اولین قدم برای حرکت انسان در مسیر قرب الهی چیه؟ شناخت انسانه. بچه ها شناخت انسان رو اصطلاحاً بهش میگن خودشناسی، خیشتن شناسی و انسان شناسی اصطلاحاً بهش میگن. خب خودشناسی از دو بخش تشکیل میشه. شماره یک یعنی شناخت سرمایه ها، استعدادها و بکارگیریش. شماره دو شناخت موانع حرکت. شیش تا سرمایه داریم، دو تا مانع داریم. خب گفته به همین دلیل خودشناسی سودمندترین دانش ها. سوال میشه سودمندترین دانش ها چیه؟ میگه خودشناسی، نه خداشناسی. همیشه گزینه غلطش هم زیرش بنویسید، نه خداشناسی. حالا به جای سودمندترین دانش ها از این کلمات استفاده میکنن بچه ها، میگن پرمنفعتترین علوم، یا اصطلاحا میگن انفعال معارف. یادداشت کنید پرمنفعتترین علوم یا انفعال معارف. خب سوال اول، به راستی خداوند چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائله؟ بچه‌ها بنویسید کرامت و منزلت بر بسیاری، ببخشید بنویسید کرامت و برتری بر بسیاری از مخلوقات. آقا چرا گفته برتری بر بسیاری از مخلوقات، نگفته همه مخلوقات؟ میگیم چون درسته که انسان اشرف مخلوقاته، ولی چیزی که هست انسان در این حال که برترینه، داستانش از این قراره که بعضی از انسان هستن خودشون از حیوان ها پستر میکنن و پایین تر از حیوان میان، اونا دیگه برتر نیستن. میخوایم بدونیم خدا برای تقرب خدا چه توانایی هایی در ما قرار داده. بچه ها بنویسین شش سرمایه، شش تا سرمایه یا پر پرواز به ما داده، و سرانجام این که مهمترین موانع تقرب به خدا چند تاست. بچه ها بنویسین شیطان و نفس اماره، همونی که مثل ماره. شیطان و نفس اماره، همونی که مثل ماره. خب صفحه بعدی رو بگم بچه ها. مشکلیه؟ اوکیه بچه ها، سوالی نیست؟ خب ما
صفحه بعدی صفحه 29 رو داریم ادامه میدیم بچه ها. بیاین تو صفحه 29 لطفا. میگه سرمایه های انسان، عرض شد که سرمایه های انسان 6 تاست. میگه خدا آنچه در آسمان ها و زمینه برای انسان آفریده، برای انسان هایلایت کنید. بالاش یه حدیث و بچه ها یه آیه قرآن رو یادداشت بفهمید، بنویسین مرتبط با حدیث همه چیز را برای تو آفریدم. این حدیثه با این موضوع ربط داره، همه چیز را برای تو آفریدم. یه عبارتی داره میگه و تو را برای خودم. خب و توانایی بهره‌مندیش هم به ما داده. توانایی بهره‌مندی رو هایلایت کن. اینها نشان می‌دهد جانم از اینجا گوش بدیم بچه‌ها، اینها نشان میده خدای متعال ما رو گرامی داشته. گرامی رو هایلایت کن بچه ها. به گرامی داشته خدا برای ما میگن، یادداشت کنید، تکریم مساوی اکرام. خدا ما رو اکرام کرده، خدا ما رو گرامی داشته و در نظام هستی جایگاه ویژه‌ای قرار داده. جایگاه ویژه رو بنویسید کرامت و منزلت. خب این موضوع سوال کنکور 98 هم بوده، گفته بوده خداوند چگونه ما رو برتر قرار داد توی صفحه 29 خط دوم، چگونه ما رو گرامی داشته با دادن نعمت‌های مادی و معنوی و داستان جایگاه ویژه که بر ما قرار داده. همچنین خداوند برای این که انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود به هدف قرب الهی دست یابد، سرمایه‌هایی در اختیار ما قرار داده. این سرمایه‌هایی که در اختیار ما قرار داده میشه علت تا ما بتونیم به هدف خلقتمون یعنی قرب الهی برسیم. اینو بزن معلول و نتیجه شه. خب همچنین خداوند متعال، اینو که گفتیم، اولین سرمایه ما چیه؟ عقل. بچه ها بغل یک بزن عقل. پروردگار به ما نیروی عنایت کرد تا آن بیاندیشیم. بیاندیشیم هایلایت کن و مسیر درست زندگی رو از مسیر بعد تشخیص بدیم. تشخیص رو هایلایت کن. عقل قوه تشخیصه. حقایق را دریابیم و از جهل دور بشیم. دریابیم و زیرش بنویسین ادراک. زیر دریابیم بنویس ادراک، درک بکنیم و از جهل دور بشیم. بچه ها عقل قوه چیه؟ دوری از جهل. این لامش رو میتونید برای خودتون کد کنید، عقل قوه دوری از جهل. تو جای خالی گفته نام این توانایی چیست؟ بنویسید تفکر و تعقل. قوه چیه؟ تفکر و تعقل.
خب بریم آثار برگیری از عقل رو کنیم. آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می‌خوانید، نماز رو به مسخره بازی می‌گیرند، یعنی تمسخر می‌کنند. تمسخر قلمبه سلمبش بچه‌ها میشه استهزا. نماز رو مسخره می‌کنند، استهزا می‌کنند. چرا مسخره می‌کنند؟ این مسخره بازی میشه معلول، علتش اینه که تعقل نمی‌کنند. این میشه علتش. بچه‌ها به من بگید دستا به رو تایپ. بگید اونی که، بگید اون کسی که نماز و احکام خدا را به سخره میگرفت کی بود بچه‌ها؟ کدومی که از حاکمان بود؟ نماز و احکام خدا را به سخره و مسخره بازی میگرفت. بگین کی بود؟ باریکالله یزید بود. پس این آنان رو بنویسید مانند یزید. یزید هم تعقل تو فلسفه نماز نمیکرد. میگوین یک، اگر ما گوش شنوا داشتیم شرط یک، دو یا تعقل میکردیم شرط دو، گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم شرط یک و دو، الان در میان دوزخیان نبودیم مشروط. کنکور 94 بچه ها گفته راه رهایی از دوزخ چیه؟ راه رهایی از دوزخ یا باید تعقل کنی یا گوش شنوا داشته باشی. حالا اصطلاحاً به گوش شنوا داشتن بچه ها میگن نصیحت پذیری از انبیا. نصیحت پذیری از انبیا. دوم قوه ما بچه ها اختیاره. خداوند ما رو چی آفرید؟ صاحب اراده و اختیار آفرید. اسم دیگه اختیار همون مسئول سرنوشت خیش بودنه. اصطلاحاً بهش چی میگن؟ اصطلاحاً بهش میگن پداش بفهمید مسئولیت پذیری. میگن مسئولیت پذیری. سپس راه رستگاری و شقاوت را به ما نشان داد. چی فرمودن بچه ها؟ آه یزید. خب آقا راه رو به ما نشون داد، عربیش میشه همینی که زیرش نوشته. راه رو نشون دادن میشه هدینا و سبیل، یادداشت کن. تا با استفاده از عقل، یادت باشه عقل به کمک ما میاد، عقل کمک میکنه، عقل استمداد میرسونه، راه رستگاهی را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم. خب یه علت معلول بگم. یه نکته بگم، بذار یه نکته بگم. ببین اگر تو تست بچه ها بهتون داد دوری از جهل با چیه؟ دوری از جهل با عقله. اگر تو تست بهتون داد دوری از شقاوت با چیه؟ دوری از شقاوت با اختیاره. اگر تو تست بهتون داد دوری از حقارت با چیه؟ ما خوبی ها رو دوست داریم، از بدی ها بیزاریم. خوبی ها رو دوست داریم میشه بچه ها گرایش به نیکی. خب آیه رو ببینید. انا هدیناه السبیل، به راه او را هدایت کردیم. کیو؟ انسانو. چجوری هدایت کردیم؟ با چی؟ با نبوت، با شریعت. راه رو به اون نشون دادیم. بچه ها هر آیه ای که سبیل و سبل و سرات داره، سبیل سبل سرات داره، اشاره به کشف راه داره، اشاره به کشف راه داره. این آیه هم داره میگه انا هدیناه السبیل، ما راهو نشون دادیم. پس کدوم نیاز برتر رو داره جواب میده؟ بنویسین کشف راه درست زندگی. کشف راه درست زندگی. خب پس سبیل شد، یادداشت کنید، کشف راه درست زندگی. اما شاکرن و اما کفورا. بچه ها شاکرن میشه همین مسیر رستگاری،
کفورن میشه مسیر شقاوت. ما سر یه دوراهی قرار میگیریم، سر یه دوراهی قرار میگیریم که یا سپاسگزاریم یا ناسپاس. خب این بچه ها بین این دوراه ما قوه تصمیم گیری بهمون داده میشه، ما باید تصمیم گیری کنیم. سبیل چیه؟ سبیل یعنی راه دیگه، آیه حاجی آبادی. خب یه نکته دیگه بگم، نگاه کنید این دو خط رو ببینید. اگر به یکی میخوای بگی آقا یا این راهو برو یا اون راهو، یا سپاسگزار باشی یا ناسپاس، باید لطف کنی قبلش به اون راهو نشون بدی. یعنی چی؟ یعنی یادداشت کنید لازمه مختار بودن انسان، لازمه مختار بودن انسان هدایت الهی است. آقا اگر میخوای بگی این کلن خودت برو، با اختیار خودت برو، باید قبلش بگی این راه به چی میانجامه، اون راه به چی میانجامه. لازمه مختار بودن انسان هدایت الهی است. بعد گفته برای این ویژگی نام مناسب انتخاب کنید. یعنی مشخصه دیگه، انتخاب و اختیار. خب بچه ها بریم صفحه بعد، بچه ها بریم صفحه بعد. یکی میگه نه، یکی میگه بریم. چیکار کنیم آخه با این وضعیت؟ آقای شاهانی بریم. خب آقای شاهانی هم اوکی رو داد. شماره 3 بچه ها، ما یک ویژگی دیگه ای داریم به اسم سرشت خدا آشنا. خداوند سرشت ما را بذار هایلایت کنم. خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد. تو درس قبلی هم اینو خونده بودیم، ذات ما در جستجوی خداست. ذات، سرشت یا فطرت خداگرا بهش میگن. فطرت خداگرا و گرایش به خود را در ما قرار داد. گرایش به نیکی نه، گرایش به خود. از این رو هر کس در خود مینگرد یا به تماشای جهان مینشیند. بچه‌ها در خود بنگریم یا به تماشای جهان بنگریم بهش میگن سیر انفسی. انفس یعنی درون خودمون. و آفاقی و آفاق و جهان رو نگاه میکنه، خدا را مییابد. ببین نمیگه میشناسد، یعنی میخوام بگم این یه موضوعی که اصطلاحاً بهش میگیم خدایابی. و محبتش را در دل احساس میکند. این خدا را مییابد و محبتش را احساس میکند میشه معلول. علتش چیه؟ نگاه کردن به خود یا جهان علتشه. امیر مؤمنان میفهمد در هیچ چیز مشاهده نکردم مگر اینکه خدا رو قبلش و بعدش و باهاش دیدم. یعنی بچه ها چیه خدا؟ یعنی خدا مشهوده. مشهود بودنه چیه خدا؟ صفات خدا. مشهود بودنه صفات خدا در مخلوقات. از همینجوری خدا رو نمیشه دید، باید چی داشته باشی؟ با فطرت خداگرا، با گرایشت به خدا میتونی خدا رو پیدا کنی. میگه قبل یه چیز بعد یه چیز باهاش خدا رو دیدم، قبل یه چیز بعد یه چیز باهاش خدا رو دیدم. قبل یه چیز یعنی قبل از پیدایش اون چیز. پس قبل او رو بزن پیدایش. بعد یه چیز یعنی بعد از نابودی یک چیز. و باهاش خدا دیدم، با آن یعنی چی؟ یعنی در بقای اون موجود همراه باهاش خدا رو دیدم. گاهی قفلت ها سبب دوری ما از یاد خدا و فراموشی خدا میشه. پس ببینید
الان قفلت سبب شد، قفلت میشه علت، دوری ما از خدا و فراموشی یاد او میشه معلول و نتیجهش فراموشی. بچه ها اصطلاح میشه نسیان، فراموشی میشه نسیان. ولی باز که به خود باز میگردیم، او را در کنار خود، نزدیکتر به خود، در کنار خود میابیم. این ستا عبارتی که من اخیراً هایلایت کردم، این که خدا در کنار منه، نزدیک به منه، در کنار منه، یک مفهوم مشترک داره تحت عنوان قرب وجودی خدا به بنده. خدا به بندگانش نزدیکه. خب اینم قرب وجودی خدا به بنده. میگه برای این ویژگی نام مناسب انتخاب کنید. اسم مناسب این ویژگی همون که گفتم بچه ها، سرشت خدا آشنا مساوی فطرت خداگرا. سرشت خدا آشنا مساوی فطرت خداگرا. خدای متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش آن، شناخت بدی و بیزاریش رو به ما داده. این بچه ها این آپشن ما میشه علت. بچه ها دقت کنید، ما گرایش به نیکی داریم ولی گرایش به بدی نداریم. دقت کنید، ما بیزاری از بدی داریم. حواست باشه که چی بشه؟ تا به خیر و نیکی رو آوریم، از گناه و زشتی بپرهیزیم. این میشه معلولش. از این رو همه ما فضائلی چون صداقت، عزت و عدالت رو دوست داریم، از درویی، حقارت، ریا و ظلم بیزاریم. یادتونه صفحه قبل نوشتم دوری از حقارت؟ دوری از حقارت یعنی چی؟ یعنی از بدی‌ها بیزاریم چون گرایش به نیکی داریم. حالا سوال به این، از اینم بگم که دیگه دوری از رذائل و ریا و ظلم هم بهش میگن رذائل دیگه. اینجا نوشته فضائل ولی ننوشته رذائل، عجیبه. خب آیه قرآن رو ببینید، میگه و نفس و ما سواها. سوگند به دو چیز خورده بچه ها، سوگند به هم نفس خورده، هم آن که آن را سامان بخشید. سوگند به نفس و سامان بخش آن. خب اینجا منظور از نفس بچه ها نفس خاصی نیست، منظور جان آدمیه. لبامه و امار و اینجا اینا نیست. و ما سواها، و آن کسی آن را سامان بخشید. ترجمه سوا هم معنی سامانه هم معنی آراست. و آن کس که آن را آراست. چی فهمودن بچه ها؟ گفته خدا، آقای درویش علی. آره، آن کس که آن را سامان بخشید یعنی خود خدا دیگه. خدا به خودش سوگند خورده. فرا ببینید، سپس فالهمها فجورها و تقواها. سپس بدی و خوبی رو به من الهام کرده. بچه ها این سواها فالهمها ما رو سامان بخشید، سپس الهام کرد، باید بدونی کدومش اوله. تقدم سامان بخشی، اول سامان بخشی بوده به نفس بر الهام خیر و نیکی. ببخشید، الهام فجور یعنی بدی ها دیگه، جلوش ترجمه کرده منفیه. تقوا یعنی خوبی ها مثبته، بر الهام بدی و نیکی. اول ما رو سر و سامون داده، بعد درمون ورودی خیر و نیکی رو ریخته. برای این ویژگی نام مناسب انتخاب کنیم. اسمش چیه؟ همون که میگیم، گرایش به نیکی ها، بیزاری از بدی ها. گرایش به نیکی ها و بیزاری از بدی ها. خب بریم جلو بچه ها. بریم یا وایسیم؟ بچه ها بگن بریم یا وایسیم.
آقا مهدی بریم صفحه بعد، مزه نپرون. خب بریم سراغ شماره 5. بنویسید نفس لوامه که همون وجدانه. خب آقا یه علت معلول خوشگل داریم اینجا، سبب میشه خیلی علت معلولش مهمه. گرایش انسان به نیکی و زیبایی ها میشه علت. خیلی علت معلولش سنگین سوال میاد. سبب میشه انسان در مقابل گناه زشتی واکنش نشون بده، در اندیشه جبران برایت سرزنش و ملامت کند. این میشه معلول خطرناک شدید. بچه کلمه های کلیدیش واکنش، جبران، ملامت، سرزنش. خیلی خطرناکه. چجوری خطرناک سوال میاد؟ بچه به شما این کلمات سرزنش و ملامت و واکنش و جبران و وجدان و از اینجور حرفا رو میدن، این کلماتی که الان دارید میبینید، خب میگن اینا شما میخواید برید سمت نفس لوامه. منم میدونم درستم دارید میرید، میرید سمت نفس لوامه، میبینید گزینه غلطه. چرا؟ ای دل غافل، سوال یه گوشه ایش پرسیده بود سبب واکنش چیه؟ سبب واکنش دیگه نفس لوامه نمیشه، سبب واکنش میشه گرایش به نیکی و نفس و ما سبب آفل همه فجورها و تقواها. میگه آقا لوامه نشأت گرفته از چیست؟ خود لوامه رو نمیخواد، نشأت منشأش رو میخواد، گرایش به نیکی میشه. حواست باید باشه. قرآن کریم عامل درونی این حالت رو اصطلاحاً بهش میگه نفس لوامه. کارش چیه؟ سرزنش. خدا بهش سوگندم خورده. بچه ها جزوه دارین الان دم دستتون؟ جزوهی که مشخص شد یا جزوه رو بهتون ندن هنوز؟ جزوه دارین یا نه؟ خب جزوه رو فکر کنم تکثیر نکردن هنوز. خیلی خوب، مثلا یه تست بهتون نشون بدم حالا بعدن انشالله. آقا جون نگاه، خدا به نفس لوامه سوگند یاد کرده. بچه ها زیر اقسما بنویسید عظمت و اهمیت سرزنشگر. از خدا به چیزی وقتی سوگند میخوره چیه؟ یعنی خیلی اهمیت داره دیگه، که خدا به آن سوگند یاد کرده است. نام این عامل درونی رو بگید. اسم این عامل درونی علاوه بر نفس لوامه بهش میگن بچه‌ها وجدان اخلاقی. شماره 6. ششمین سرمایه راهنمایان الهیه. چیه راهنمایان الهی؟ علاوه بر این سرمایه‌های بزرگی که تا حالا 5 تاشو خوندیم، خداوند به ما پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز فرستاده. نگاه کنید، پیامبران و پیشوایان همراه با کتاب راهنما. وقتی میگه پاکن یعنی معصومن. کتاب راهنما چیه؟ شریعت ماست، دین ماست، برای ما فرستاد تا راه سعادت رو نشان دهند. عربی نشان دهند رو که تو صفحه قبل خونده بودیم، میشد بچه ها هدینا و سبیل. ای آقا هدینا و سبیل اختیار نمیشه. چرا؟ ادامش میشه اختیار. اگر بگه انا هدینا و سبیل سه نقطه چین اختیاره، انا هدینا و سبیل ما شاکرن و ما کفورا اختیاره، ولی اینجا که میگه راستتو به ما فقط نشون بدن، هدینا و سبیل خالی اونجا نوشتی نبوت و شریعت، به راه نمایان الهی هم اشاره داره. و در پیمودن راه حق به ما کمک کنن. خب بذار من یه نکته قشنگ بگم، چون اینجا قلم درشته جا نمیشه. من کجا رو پیدا میکنم؟ این حاشیه کتاب میگم بنویسید، بعد دوباره میرم بالا. نگران نباشید، هم بالا میرم هم پایین میام. بچه اگر تو تست پرسید تشخیص راه حق با کیه؟ تشخیص راه حق بچه با عقله. خب اگر تو تست پرسید برگزیدن راه حق با کیه؟ با
برگزینای راه حق با اختیار بچه‌ها. درست شد؟ و اما اگر از من تو تست پرسید کمک در راه حق با کیه؟ کمک کردن در راه حق بچه ها با راهنمایان الهیه. درست شد؟ من برگردم بالا میام اینجا دیم درست میکنیم بچه ها مینویسید موقع که این پایین رو توضیح میدم اینم مینویسید اجازه بدید. خب سرمایه و هدف. آقا جون سرمایه و هدف ما بچه ها باید با هم هماهنگ باشه، یعنی تناسب داشته باشه. هرچی سرمایه اندک به کارهای کوچیکتر، هرچی سرمایه بیشتر به کارهای بزرگتر، کارهای ارزشمندتر. به این میگن رابطه مستقیم. آقا هدف با سرمایه رابطه مستقیم داره. این از این انسان سرمایه هایی داره عظیم و ارزشمند مثل عقل و وجدان و راهنمایان، سرمایه هایی که حیوان گیاه از خودشون برخوردار نیستن. زیر نیستن قد بکش جمله منفیه از آنجا. ببینید پایین صفحه الان دیگه معلومه دیگه، هر کس نتونسته بنویسه میتونه یادداشت کنه. از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، علت شما بیشتر سرمایه همون، قطعا هدف و نظیر ما نیز باید متفاوت باشد. بزن معلول. پس چگونه میتوانیم به کاری در حد و اندازه حیوانات روی آوریم و در همان سطح بمانیم؟ هدف ما باید به وسعت باشه، به وسعت سرمایه هامون، یعنی هماهنگ با سرمایه هامون. خب اگر یه شرط و مشروط بریم، اگر هدف از خلقت ما خوردن و خوابیدن و شهوت رانی در این دنیای چند روزه بود، شرط که نیست، نیست دیگه. آیا رو ولش کن، به سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز نداشتیم، مشروط. آقا عقل کارش چیه؟ عقل کارش دوراندیشیه. عقل میگه دور اندیش باش، زود رو ول کن. دور اندیش باش، زود رو ول کن. از خوشی های زودگذر ما رو منع میکنه. خوشی زودگذر رو زب در بزن. خب حالا نوبت وجدانه. وجدان چی تشکیل میده؟ محکمه تشکیل میده. وجدان چی تشکیل میده؟ محکمه تشکیل میده. ما رو از چی باز میداره؟ از راحت طلبی باز میداره. خب بریم سراغ یه شرط و مشروط دیگه. اگر بنابر خوردن و خوابیدن باشد، شرط که نیست متاسفانه، حیوانات از ما خوشتر زندگی میکنند، مشروط. چون نه عقل دارن که مانعشون باشه، نه وجدانی که سرزنش و لوامشون کنه. بچه ها نوشتیم؟ خب کسی هست جا مونده باشه؟ هیچی نیست. خیلی خوبید شما، چقدر شما خوبید. بریم سر وقت موانع. یکی نفس اماره رو میخواد بگه، یکی هم شیطان رو. نگاه کن، میگه خداوند علاوه بر عوامل ششگانه رستگاری، عوامل سقوط و گناه هم به ما گفته. بچه ها اصطلاحاً به سقوط میگن انحطاط. انحطاط یعنی پست شدن، دور ماندن از هدف. خب اولیش چیه؟ یک، نفس اماره، همونی که مثل ماره. نفس اماره، همونی که مثل ماره. به ما یادآوری کرده یه عامل درونی داری تو رو به لذت زودگذر امر میکنه. اه همین الان خوندی لذت خوشی زودگذر، یادته گفتی عقل من از خوشی زودگذر میکنه، یادت هست یا نیست؟ گفتم عقل میگه دور اندیش باش،
زود رو ول کن. ها ضد عقل چیه بچه ها؟ ضد عقل اماره است از لحاظ کاربردی، نه اینکه فقط اسمشون ضد هم باشه. نفس اماره دعوت میکنه به لذت زودگذر، یعنی کارشون هم ضد همه. این از این. پس شایسته است که بگم اماره ما رو از عقل باز میداره و علاوه بر اون از وجدان هم باز میداره. به گناه دعوت میکنه. نگاه کن اینجا رو، به گناه دعوت میکنه. بچه ها دعوت به گناه، دعوت به گناه، دعوت به گناه کار شیطون هم هست. اینجا رو نگاه کنید، من فقط شما را به گناه دعوت کردم، این حرفای شیطونه. پس اگر از من تو تست بپرسه اشتراک اماره با شیطان چیه؟ اشتراک اماره با شیطان دعوت به گناهه. متوجه شدی آقا؟ خب آقا یه میل سرکشه، یه میل طغیانگره، عصیانگره که ما رو به گناه فرا میخونه. سرکشه بچه، سرکش رو بنویسید. چی شد؟ سرکش رو بنویسید عصیانگر، طغیان میکنه، ما رو به گناه دعوت میکنه. بهش چی میگن؟ اماره میگن. فرمان دهنده به بدی هاست. این عامل درونی که امام علی میفرماید دشمن ترین دشمن تو نفس اماره تو، نفسی است که در درون توست. آقا چرا اینقدر این دشمن با ما دشمنه؟ چرا؟ چون درونته. اگه یکی بیرون بود میزدی لط و پارش میکردی، پدرش هم صلواتی میکردی، ولی حالا که درونته هیچ کاریش نمیتونی کنی. پس مینویسم اداوت حد اکثری نفس اماره، اداوت حد اکثری نفس اماره با انسان به دلیل چیه بچه ها؟ به دلیل درونی و نامحسوس بودن آن است. چون درونته بچه ها. نوشته ها معلومه، میشه خوند. بچه ها خب خوبه. بریم سر وقت داستان آقای شیطان. نگاه کنید، همچنین خدا از یک عامل بیرونی خبر میده به اسم شیطان لعین و رجیم که خود برتربینی داره. عجب آدمیه، عجب جنیه، یعنی تکبر داره بچه ها، خود برتربینی داره. این خود برتربینی شیطان به خاطر چی؟ از کجا فهمیدی خود برتربینی داره؟ چون سجده نکرد به انسان. بنویس سجده نکردن بر انسان. خب سوگند یاد کرده شیطان که فرزندان آدمو چی بده؟ فریب بده و از رسیدن به بهش باز داره. حالا یه سوال فنی، آیا میتونه همه فرزندان آدم رو فریب بده؟ جواب نه. فرزندان آدم بجز چی؟ یه بجز داره بچه ها، بنویسید بجز. اینو تو دوازدهم خواهید خوند، مؤمنان با اخلاص. فرزندان آدم بجز مؤمنان با اخلاص رو فریب میده و جز این راه نفوذ دیگری در ما نداره. بچه ها راه نفوذ شیطان وسوسه و فریبه. این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه میدهیم یا راه فریب را بر او میبندیم. آقا یعنی چی این خود ما هستیم؟ یعنی ما اختیار داریم که این راه رو بدیم یا باز بذاریم یا ببندیم. همین دشمن چی فهمودن بچه ها؟ پیامبران چیه؟ معصومین. آها بجز معصومین منظور تو بوده، بجز مؤمنان با اخلاص دیگه، حالا معصومین هم جزش میشن. خب بذار من یه نکته بگم، از این ستایی های شبیه هم، بد نیست اینو بلد باشید. ببینید
اگر تو تست بچه ها بیاد بازدارنده از بهشت کیه؟ بچه ها بازدارنده از بهشت آقای کی بود؟ بنویس دیگه. آقای شیطانه. اگر تو تست بیاد بازدارنده از عقل و وجدان کیه؟ بازدارنده از عقل و وجدان کی بود؟ بزن اماره. اگر تو تست بیاد بازدارنده از بازدارنده از خوشی زودگذر کی بود؟ یادتونه بچه ها؟ عقل بود. و اگر میگه بازدارنده از راحت طلبی، به خصوص راحت طلبی بعد از گناه کی بود؟ بگو نفس لوامه. ببخشید بذار اول وجدان رو بنویسم. وجدانه یا نفس لوامه. رئیس جان ما چقدر وقت داریم آقا؟ چقدر ما وقت داریم؟ چقدر شما بیدیم؟ جدی میگی؟ خب ما دو و نزدیک 35-40 رسیدیم چیکار کنیم؟ هم یک ساعت دیگه بریم بچه ها می اوکی هن؟ آره بچه ها مشکل نداره، برنامه شون به هم نمیخوره. نه نه بچه ها که اینجا گفتن دیر اومدی زود نرا، یعنی که آره گفتن پیغام زیاد دارن خلاصه التماس دارن بزرگوارن. خب بچه ها خلاصه خسته شدین بگیم. هر موقع نخواستین بگید ما بریم جمع کنیم خونمون. خب آقا همین دشمن بیرونی، دشمن بیرونی در روز قیامت، آقا قیامت برزخ نیست دار، که فرصتی برای توبه نمونده به اهل جهنم میگه. الان ببین مخاطب سخن ما، مخاطب شیطان اهل جهنم هست، درسته؟ خب چی میگه؟ میگه خدا به شما وعده حق داد، من یه وعده دادم خلافش عمل کردم. بزن خلف وعده. یکی از کارهای زشت شیطان چیه؟ خلف وعده است. من بر شما تسلطی نداشتم. این بخش خیلی مهمه از این جهت که وقتی شیطان بر ما تسلط نداره یعنی ما خودمون چی داریم؟ بنویس اختیار داریم. فقط شما را به گناه دعوت کردم. آقا این چی بود؟ این همون بچه اشتراک بود. بچه اشتراک کی با کی؟ شیطان با اماره. هر رو دعوت به گناه میکنن نامردا. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. این میشه علت، خودت بودی. بازم این مفهوم اختیار رو میرسونه. خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. علت، امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. این میشه معلول. چنده میگن خودت کردی که لعنت بر خودت باد، خودت کردی ملامت بر خودت باد، خودتو سرزنش کن. نه من میتونم به شما کمک کنم نه شما میتونید به من کمک کنید. آقا یعنی دیگه اینجا سلب اختیار صورت میگیره. تو کجا؟ تو قیامت. آقا اونجایی که میگفت اختیار دارید تو کجا بود؟ اختیار داریم تو دنیا بود. اینجا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. سلب اختیار در قیامته. نام این دشمن کیه؟ بزن شیطان رجیم، شیطان عوضی. خب آقا اگر نوشتید بگید بریم صفحه بعد. گفته علت اون معلولی که نوشتین فکر کنم تو اون تسلط است. جفتشه. ببین آقای مهندس، دکتر، وکیل چی هستی نمیدونم،
ببین عزیز من، این که امروز خودم رو باید سرزنش کنم معلوله، هم اون تسلط است، هم این که خودت بودی. جفتش هم معنی اختیار میده، فرقی نمی کنه اصلا. متوجه میشی آقای درویش علی عزیز؟ قبول داری؟ فرقی نمی کنه. حتی چون نزدیکتر بود به هم، این نزدیکتره رو گرفتیم علت که قاطی نشه. خب بریم سراغ تدبر که راه های فریب شیطان. آقا گفتیم شیطان دو تا راه نفوذ داره، وسوسه و فریب. گفتم یا نگفتم؟ یادم رفت چی درس دادم. آها ببین، شماره بزن نزدم. ببین کارش یک وسوسه است، دو فریبه. اینجا با هایلایت هم میکردیم. دو تا راه نفوذ داره، اینا راه نفوذشن، وسوسه و فریب. حالا من از این وسوسه و فریب میخوام راه فریبش رو توی آیات تدبر در قرآن توضیح بدم خدمت شما. نگاه کنیم آیه اول میگه شیطان میخواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه و دشمنی ایجاد کنه و شما را از یاد خدا باز داره. آقا به شراب و قمار اگر دوازدهم برسید میگن خمر و میسر، شراب و قمار، خمر و میسر. خب این شراب و قمار میشه علت. اولا کینه و عداوت و دشمنی ایجاد میکنه، مل یک. ثانیا ما رو از یاد خدا و نماز باز میداره، اینو بزن معلول دو. خب این از این. اما ما رو از یاد خدا باز میداره یعنی چی درست میکنه؟ بزن غفلت. غفلت درست میکنه. چون میدونی ببین نماز مهمترین فایدهش یاد خداست. اصطلاحاً میگیم لذکر الله اکبر. یاد خدا مهمتره، مهمترین فایده نماز یاد خداست. این از این. حالا شیطان وقتی میخواد ما رو از یاد خدا باز داره، از نمازم باید باز داره که یاد خدا نیفتیم دیگه، منطقیه. خیلی خوب، عبارت بعدی، شیطان هر کاری را که گناهکاران می‌کردند در نظرشان زینت داد. بچه ها کار شیطان چیه؟ زیبانشان دادنه. این دوبار سوال کنکور گزینه غلط بوده. زیبانشان دادنه گناه درسته، نه دنیا. دنیا زیبا هست، خدا دنیا رو زیبا آفریده، شیطان گناه ها زیبانشون میده. آیه بعدی، کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بر آنان پشت به حق کردن. آقا جون اینایی که پشت به حق کردن وقتی هدایت برشون روشن شده، پشت به حق کردن یعنی مرتد شدن، ارتداد ایجاد کردن، چه اتفاقی میفته؟ این شد علت. شیطان یک، معلول یک، اعمال زشتشان را در نظرشان اولا زینت داد که یه بار بالا گفتیم زیبانشان دادن گناه. دو، با آرزوهای طولانی آنان را فریفته است. اصطلاحاً به آرزوهای طولانی میگن آمال طویل. آمال طویل نه طویل، آرزوهای طولانی. بچه ها سوالی نیست؟ خب بریم اندیش تحقیق. بریم اندیش تحقیق. خیلی هم خوب. سوال اول میگه آیا شیطان مانع اختیار اراده من و شما میشه یا نمیشه؟ خود کتاب گفته بود نه دیگه. چی گفته بود؟ سوال اول بنویسید خیر. این خود ما هستیم. این خود ما، این خطه چیه اومد؟ این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه می دهیم یا
راه فریب را بر او میبندیم. خودمونیم، اختیار داریم. خب دو، چه رابطه ای میان سرمایه ها و استعدادها و توانایی های ما وجود داره؟ یادداشت بفرمایید، رابطه مستقیم. هرچی سرمایه بیشتر هدفتم بزرگتر، هرچی سرمایه کمتر به کارهای کوچیکتر. آقا گفته اندیشتایی در درس پیاه رو هم حل نکردیم، درس قبلی رو، آن درس پیش چرا حل نکردیم؟ گفتیم براتون میفرستیم. یعنی بعضی جاها مثلا حل نمی‌کنم میفرستم برای بچه‌ها، یه نفرستادم بگید بفرستم. شیطان رو خداوند از درگاه خود راند، از درگاه خود طرد کرد. بچه‌ها شیطان شد رجیم، رجیم رو بنویس رانده شده، یا بهش مترود هم میگن، مترود، طرد شده. قرار بود بفرستیم دیگه. آها گفتم جلسه بعد باش، همین جلسه درس میدیم. چون فرمان خدا بر سجده بر انسان رو اطاعت نکرد. آقا سجده بر فرشته نه، سجده بر انسان. خدا میگه آقا من خدا با شیطان به خاطر توی انسان ارتباطمو کات کردم. شما برای چی رفتی ارتباط زدی؟ آقا تو چه جور آدمی هستی؟ آقا تو چه جور موجودی هستی؟ آقا تو آدمی هستن؟ احساس انسانهایی که به خدا سجده نمی کنن، شیطان رو سجده میکنن رو بگید. به قول بامشات میگه بی وفایی، بی وفایی. یعنی چی؟ یعنی اینها نسبت به خداشون چی هن؟ وفادار نیستن، وفادار نیستن. خب میگه برگردیم درس قبل اندیش دقیقا بگیم دیگه چیکار کنیم. دوست داریم اگه بریم جلو نمیذارن بچه ها، بچه‌هایی که جویای علم و حقیقت هستند ببند. خب بچه‌ها باز کنن صفحه 20 و چند. خب اینجاست. سوال اول گفته چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این چیه داستانش؟ بچه این داستانش صد توش نود هم هست. این داستان انتخاب هدف جامع و دربردارنده است. میگه دلیل بیارید. دلیل چی بیارید؟ زیرکترین افراد کیان؟ مؤمنان. خب این چی داستانش؟ بچه ها آدم زیرک یادتونه با یه تیر چند نشون میزد؟ می‌نویسم زیرا. چرا مؤمنان؟ زیرا با انتخاب، ای بابا، زیرا با انتخاب چی شد؟ زیرا با انتخاب ایمان به خدا به عنوان هدف اصلی، هم از دنیا و هم از آخرت بهره میبرند. از هر دو بهره میبرند. به کسی که هدف اصلیش ثروتمند شدن باشه دچار خسران میشه. چرا؟ یه ذره شاید جا نشه اینجا من این پایین جواب بدم به صلاحه. سوال دوبه رو اینجا جواب میدم. ببین آقای درویش علی، حدیث حضرت علی تو درس 8 این بود، زیرکترین انسان انسان محاسبه‌گره، انسان محاسبه‌گره. و خب شخص مؤمن باید مراقب حساب کتاب اعمالش هم باشه دیگه، یعنی
تناقضی با هم نداره. یه حدیث هم تو درس سوم داریم، میگه باهوش‌ترین مؤمنان، این پیغمبر گفته، باهوش‌ترین مؤمنان اونی که فراوان به یاد مرگه. آقا من این اندیشتقی رو جواب میدم، بعد یه نظرسنجی میکنم، اگر بچه ها حال داشتن ادامه میدیم. دوست داریم تا ساعت 4 ادامه بدیم، اما اگر حال نداشتین دیگه دست من نیست. خب شماره 2 به کسی که هدف از سرولان دوشار خسران میشه، بنویسید زیرا. وای خدا چرا اینجوری میکنه؟ بنویسید زیرا اصل قرار دادن اهداف دنیوی مانع رسیدن به اهداف اخروی است. آقا وقتی رفتی دنبال ثروت مروت داغون میشه دیگه. خب شعار 3، شخصی میگوید لازمه تقرب به خدا این است که کارهایی مانند کسب کمال و ثروت کلن کنار گذاشتشن. با اون موافقید یا خیر؟ میگم خیر، زیرا اهداف فرعی نیز خوب و ضروری اند و لازمه زندگی در دنیا هستند. سوال آخر، یه یکی رسید سر دوراهی، گفت آقا من کدوم راهو برم؟ به پیرمرده گفت کدوم راهو برم؟ گفت کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم. گفت پس هر کدوم میخوای برو. اول یه پیام کلی برای این حکایت بگم، بعد سوالش جواب بدم. بنویسید تقدم انتخاب هدف بر کشف راه. آقا لطف کن اول هدفتو مشخص کن، اول سبکتو مشخص کن، بعدن راه انتخاب کن. این مفهوم کلی این داستانه. بعد گفته به کدوم یکی از بخش های درس ارتباط داره. آقا ما میخوایم هدف مشخص کنیم، برای هدف درست نیازمند معیار هستیم. بنویسید معیار انتخاب هدف صحیح. این با معیار انتخاب هدف صحیح ارتباط دارد. خب بچه‌ها به من بگن که ادامه بدیم یا ندیم. BN زود باشید. خب خیلی خب اکثرا میگن که خسته شدیم. خب خسته نباشین بچه‌ها، امروز لطف کنید درس 2 رو با این روی کردی که الان گفتیم خدمتتون مطالعه کنید. از درس 2 سال 10 از کتاب میکرو طلایی که در اختیارتون هست، درست میگم، لطف کنید تستای ستاره دار رو حداقل حل کنید. کتاب میکرو طلایی مفهوم تستای ستاره دارش یعنی تست هایی که در واقع چی هستن؟ پوشش دهنده درس هستند. ممکنه مثلا 40% تستا ستاره دار باشن، ولی اون تعداد تستای مهمتری هستن، حتما باید زده بشن. اگر رسیدی تو برنامه مطالعتون بود، تستای بدون ستاره دار درس، بدون ستاره درس 2 رو هم لطف کنید بزنید. آقایون خسته نباشین، خدا قوت، هر جا هستین سلامت باشین. گفته استاد یه بار دیگه میگید، تکلیف شد امروز مطالعه درس 2، تست های ستاره دار درس 2 برای 2 روز بعد، همه رو میزنید. عالی، درس 2 تمام تستاش اولویت با ستاره دار است، بعد غیر ستاره دار، و برای شب قبل از کلاس هم پیش مطالعه درس 3 فراموش نشود. گفته استاد ما کل تستای هر 3 درس رو حل کردیم، خوبه به نظرتون؟ عالی، اگر احیانا کسی من تکلیف بیشتر از اینم خواست
بگید به آقای محمد جانی من براتون تست ارسال کنم. آقای علی بخشی میگه ما 3 درس رو زدیم، تست بیشتر براش میفرستیم. بچه ها خسته نباشیم، اگه فهمایشی نیست دیگه میتونید تشریف ببرید، یا علی خسته نباشیم، خدافظ.